کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند <تصفيقی> کلیدر نوشته محمود دولت آبادی بخش پنجم. مارال کم و بیش چنین هم بود اما نه فقط همین سه دشت هم بود چسبیده و تنگاتن دلاور مادالتم دمی می توانست دل از دلاور قافل بدارد ذهنش درگیر افتاده در قلابی بود که دم آدم تنگ و تنگ تر می شد. یک دل پیش قره و دلی پیش دلاور داشت گریز روح به جبران چشم تازی های بی اختیار خیش تلافی آنچه آدمی خود را به خاطرش به باز خواست می کشند. به نحوی مهار کردن آن پاره از روح که پای در گریز دارد بازگرداندنش به منزلگاه به عادت پس دلاور چی؟ سهم او کجاست؟ باید آیا به غارت همه جان تن در داد؟ آیا گل محمد تمام پهنه جان را فتح کرده است؟ هموز که چنین میتازد؟ باید آیا بدین بیپروایی بتازد؟ نه، نباید تا به بیتابی ها را چگونه میآوری؟ نکوهش، مارال خود را نکوهش میکرد گریز روح به جبران مهار گسیختگی خیش دلاور حالا چه میکرد؟ اگر او میشنید که قرعات را مرال بدین آسانی به دیگری سپرده است چه میکرد؟ به راستی آیا دلاور چه حال و فکری داشت؟ قره حالا زیر ران گل محمد بود گل مند از مرال آیا نبود؟ نبود که او را به غیر داده است تا به ران قریبه را چگونه می آورد قره؟ در بازگشت بیگمان دیگر, دیگر مثل گذشته به مارال نگاه نخواهد کرده. لاباتالا گل محمد سرزنده و شاد خوب پادرد کاب داشت و پیشا پیش را می سپرد. قرار که مارال می شناخت اسبی نبود که به همتایان خود مهلت پیشی بدهد. تردید با مایعی از پشیمانی گریبان دختر عبدوس را گرفته بود. قره کاش به گل محمد رکاب نداده بود. چون اگر میشد چه میشد؟ به گل محمد که نمیشد نه گفت آخر پرده های دل آدم از آهن که نیستند به نگاهی گاه در هم می ریزند گاه چون این است که تاب کلامی را نمی شود آورد بند دل می لرزد. در این میان گناه را پای که باید نوشت نگان شیرو به سخن در اومد همه سیر این پسر خاله است علی اکبر که خدا ار روز زمین ورش داره بلغیس گفت خوب خوبه نمیخواد دور کنی تو چه تقصیر به گردن اون میندزی به خودت چی مدیار بر اینکه میدونم خواهزاده تو همه شرا رو به پا میکنه همینجوری بر خودت حرف میپرونی بکارت باش شیرو به کارش بود خاموش گرفت علاقه ای هم به این جدال نداشت گناه پای هر کس بود بگذار باشد چه دخلی به شیرو داشت گور بابای بایه و هم مشتری او به بستر این زندگانی در این حال که بود چیزی به جز سهم خود نمیخواست میتوان شیرو را در این دم با آن دست مردمان شمرد که میگویند بارانی که برای من نمیبارد گو نبارد او از سکوت به تنگ آمده بود و به شکستن آن حرفی پراند جوابش را هم واسطاند و به کار درو شد اما کو میل درو دست و دلش کی به کار میرفت کسالت بار و پر از خستگی با تنی تنبل ساقه های باریک و سمج گندم را در قبض جمع می آورد دستکاله را به لقی در پی بوتها می و یکی در میان فرو می و آنچه را در قبضش مانده بود روی دسته گندم ها بر جا می گذاشت و باز هم به تنبلی روی پاها می چرخید و به و تن میداد. ناچاری به جایش تا دلت بخواهد پلشت کار میکرد. دل به دانه نمی سوزند. بی غید و بند و به دور از رقبت لحظه های کند و سنگین روز را می گذراند. اما نگاه های تیز و پخته بلغیس از هیچ ذره ای غافل نبود. نه از گره خودگی زیور، نه از خاموشی مارال و نه از دست و دل دخترش از جا برخواست و در پی شیرو دست به ورچیدن بوته هایی بود که شیرو از دم دست اش رد داده بود. رد را که پاک کرد بالای سر شیرو ایستاد و خشم خورده به او گفت پاکیزه رو کن تیر به جگرت خورده. این نان زمستونه کور بودی ببینی که برارت دیشب گندم منی خداد رو به خونه آورد. روز خوش نمیبینی دختر. انقدر نعمت زوالی نکن. اما از دست تو علف به چشم شیرو چانه در چانی مادر نگذاشت زیر لب قرید و دندانها بر هم فشرد و جا به جا ساقه های رد داده را برچید امروز نمیخواست با بلقیس در افتد نمیارزید تا باید میآورد یک روز هزار روز نبود پس خاموش کارش را پی گرفت چاره چه بود چون این کاری نه تنها هیچ کششی برای شیرو نداشت بلکه عذابی کند و مداوم به همراه داشت کاری ناپذیرفته به اجبار جمع آوری صدقه بود این نه درو صدقه حتی با خیر و برکت تر از این درو بود که آنها بیش روی داشتند اینجور به خاک گره خوردن را دوست نمی داشت شاید در این حال که او داشت دلش بهانه می کرد اما هرچه بود خود را در جمع و جفت کردن این خلاشه ها کسل و بیزار می دید برای همین در کمترین فرصتی که می یافت بازوها را به حال خود رها می کرد و پنجه از دسته دست کالوا می و عرق کف دست به خاک نرم می خوشگانده. مگر روز بگذرد اما چه دور و دراز بود این روز انگار تمامی نداشت خورشید هر چه بخواهی کند می رفت. خسته و گام بر می داشت می تافت. زیر ابر ابرهایی که لحافی کهنه را میمانستند فرو میرفت بیرون میآمد و با سر جایش بود گویی جم نخورده بود شیرو بیش از آن باید کوش به خورشید داده بود در تن گردان آفتاب دقیق شده بود و آرزومند اینکه فرو غلطت محلق شود در تای دنیا گم شود غروب بیابد و در پیش شام گام پیش گذارد اما پنداری این شام خیال آمدن نداشت. باز تو و تشر شیرو که از درو وامانده بود دوباره به کار دست برد. دست کم چونین وانه بود که درو می کند. کشنده تر از این چیز که آدم به کاری خلاف طبعش واداشته شود. کاری که آن از یک سوی می رود و تو از سوی دیگر. کاری از آن گونه که بر خلاف تو می رود. چنین لحظه هایی سر نیستند کش می آیند درازا می یابند سنگین می شوند خمار و تنبل می شوند زندگی کند می شود. از خود وا می ماند و آدمی احساس می کند در برکه ای راکت ماندگار شده است برکه ای بی خیال جنبش در سر خری در گل مانده سایه دور نمی شود خورشید راه نمی سپرد کار پیش نمی رود هوش و حواس به راهی دیگر است بی التفات به هر چه هست آنها که دورت هستند تو را به خود جذب نمیکنند. زمین نفس نمی کشد تو نفس نمی کشی. خفه میشوی. بلقیس گفت دستای پیسرتون رو جمع کنید بریم ناشتا زنا برخواستند دستایی کوچکی گندم را برداشتند و میان پیشبالها به سوی چادر شب بردند روی هم ریختند و رو به کوزه آب و سفره نان به راه افتادند رسیدند و کنار زاله جوی نشستند اما بلغیس خود هنوز در زمین بود و خوشه های برخاک ریخته را یکی یکی مثل مجه های چشم برمیچید و میان پیشلاوش میریخت شما دستاف کنید به خوردن منم خودمو میرسونم بلقیس دیرتر سر سفره رفت و دیرتر هم برخاست. زنها پیش از او لغمه در گلو به کار برگشتند و به درو نشستند. حالا ظهر برگشته بود. خورشید از یال آسمان کل پا کرده و سایه های دروگران جلو رویشان بر شاخ و برگ بیبار بوته ها افتاده و با هر تکان تن روی خوشه ها و ساقه ها در هم می شکست می جنبید می خزید یله می شد و بر زمین می سایید. درو با خستگی بیشتر از سر گرفته شده بود. حتی خود بلغیس هم مانده بود و نمی توانست این را از نظر پوشیده بدارد. کار بی سمر. این صد بار خسته کننده تر است. از کله سهر چهار پنج تا آدم زانو بر خاک سوده بودند و حال که به حاصل کارشان نظر میدوختند، جز مشتی پیخ روی چادر شب انباشته نشده بود. درویشی اگر بر کشتزاری بارآور گذر میکرد سالار کشتگاه بیش از این دربارش میبست اما درست اینکه خانوار کلمشی ناچار بودند تخمی را که در زمین پاشیده اند از زمین جمع کنند برای آنکس که دست در کار کشت و خاک دارد این به صورت یک ناخوشی در میآید. تخم از خاک باید برداشت گرچه لازم افتد مثل چقوکان دانه دانه از زمین برچینیش اما برای فرد فرد جمعی که روی چنین کشتگاهی کار میکنند، کنند حکم حجت نیست چون حکمی تنها در دل دو تن نشسته بود کل محمد و بلغیس در مثل زیور چنین قیدی نداشت کار برای او چه در زمین و چه در میان هشم حکم یک وظیفه را داشت خوگیری به کار جز سرشت پرورده زنان اشیرهای ماست زیر آنان از زیر بال و پر مادر خود به در نیامده که دست و تن به کار می بیشترین سهم کار دامداری با ایشان است. گلبانی و چرا، خرید و فروش و پشم چینی با مرد، دوشیدن و تلم زدن ماست و کمه، قیماق و مسکه و روغن گرفتن با زن. افزون بر این بافتن گلیم و جاجین و شال و کلاه و سیاه چادر بخشی دیگر از کار زنان است زن به جای و در کار خود خبره و پخته است سرد و گرم چشیده برای زیور هم کار چیز تازه نبود او این را می دانست و پذیرفته بود که پیش از برآمدن آفتاب سر از بالین بردارد و تا فرو شدن آفتاب در کار بلولد شیرو هم اگر داشت شان از بار کار خالی می کرد سر این بود که دل به جایی دیگر داشت او از بی دور از آنجا بود که بود پوچ و حواسش گسیخته از کار و پرت بود پس هیچ کاری به دلش نمی چسبید این نست هم ولی که از دل گسیختگی بود خود اینجا و دل آنجا مارل می خوشید معنا و رونقی به کار خود بدهد تلاشی زمنی خودش را به رخ نمی کشید. پرکار وانمود نمیکرد اما دلش میخواست تند و پر جلا کار از پیش ببرد نمیخواست جایی برای کسالت بگذارد کسالت نباید بر او چیره میشد کسی را نمیدید که رخوت او را به دیده نگیرد پس تلاشی تا از کار وا بنماند با این همه کار تنبلانه پیش میرفت و روز با کار رو به غروب نهاده بود شیرو از جا برخاست زانو راز کرد و گرده پاها را مالید خستگی رگوپه پاها را مینالاند کمر راز کرد و به این سوی و آن سوی چشم انداخت و گفت شطور داره خیلی دور میشه میرم برش گردونم بیارمش زیور و مارال سر به سوی شطور گرداندند شیرو دست کاله را انداخت پاشنه گیوه ها را ورکشید و به راه شطر کل محمد در دور دست بیابان یله بود گردن به زمین دراز کرده و با لبهای نرم و به فرمان خود خار و خس و خاشاک از پوسته خاک برمیچید شیرو قدم کش به سوی شطر رفت افسار را که از دور گردنش باز شده و روی زمین کشاله میخورد برگرفت و حیوان را به زانو خواباند خود را از یال گردن بالا کشید و پشت کوهان شطر نشست پاشنهای های پا بر های لوک کوبید لوک روی پا راست شد و شیرو شطر را به گندمزار برد روز داشت به پایان می رسید زنهای دیگر هم دست از کار درو کشیده بودند اما دست کاله ها را هنوز به دست داشتند و به کار برداشتن دسته های گندم بودند اما دسته های درهم شکسته ی گندم از دم دست کاله ها فرو می ریخت پس ناشار دوباره خم می شدند شاخها و خوشه ریخته را یکی یکی بر می چیدند و میان بال پیراهن می ریختند تا به سوی چادر شب ببرند از صبح تا به حال دو تا چادر شب نیمه پر شده بود زنها به یاری هم بال چادر شبها را گره زدند بلقیس به دخترش گفت که شطور را بخواباند شیرو شطور را خواباند زنها بار را به دو لنگه بر شطور سوار کردند زیور افسار را از دست شیرو باز گرفت لوک را برخیزاند و به آنکه کسی را نگاه کند رو به کلاته به راه افتاد دستکاله ها کوزه قده و سفره خالی نان را زنهای دیگر برداشتند و پی شطور روان شدند در راه هیچ گفت و شنودی نبود خاموشی غروب ارهای پراکنده و صحرای بی صدا شیرود دور از این و آن دو بیتی را زیر لب زمزمه می کرد شب که مهتاب نیومد نشستم تا سهر خواب نیومد نشستم تا سهر قلیون کشیدم که یاره هر شب امشونه به ناله میخوان قماور و آرام نچنان که دیگری بتواند معنای بیت بداند و از واژگان سر در آورد پوشیده میخواند و بیشتر واجه ها را در میان پردههای گلو و بینی خود گم میکرد با این همه تنها او بود که امیدی به دل رو به خانه و شب می رفت. دیگران هر یک به غمی گرفتار بودند. مارال قریب و قربت در غروب گلوگیر تر است. گرفته در خود خاموش بود. زیور بیگانه با هر چه هست و نیست. افسار لوک بر شانه به عادت گام بر می داشت. در چه خیالی؟ بلغیس خسته، مانده و خشمگین بوده. جای خالی گل محمد آزارش میداد نگران فرزند گل محمد حال در کجا و به چه کاری است اندیشش پریشانش میکرد پریشانتر هوشش مخشوش میشد پیش خود خیال میتراشید خیال در خیال پندار به هزار جلوه رویا رویا جدال و خون پجواک سفیر گلوله در توهیگاه کوهستان توفنگ و تیر اسب تازان هرای بر زمین کوبیدن شد بر خاک دیدن. شیه اسبان بین بین گریز فوران قبار از این سمها دل بلغیس بیتاب می شود به شور می افتد فکایش به هم می چسبند خطقان می گیرد می خواهد یقه بدرد اما خودداری می کند او مادر چهار فرزند است گنجایش می باید بیش از اینها آب بردارد می باید بتواند خود را نگاه دارد خطر برای مرد است نمگر گل محمد در سوار نظام خدمت کرده شور و شیون جنگ از سر وا کرده تنوجان درست از شر به در آورده و به زادگاه برگشته است چرا خطر و گذر از سنگ های خطر کار مرد است هوا گاو گم بود که به سوزنده رسیدند کجا و دور و اطراف مثل همیشه خلوت بود اینجا خانوار چندانی زندگانی نمی کردند اهل اولاد خانمو با چند خانوار دیگر امه خیشاوند خاله داماد ام زاده خالو زاده این گروه اندک روزها پراکنده بودند و شبها دور هم می آمدند دمی می نشستند پس بر می و رو به لانه های خود می رفتند هر کدام در یک کف دست زمین تخم پاشیده بودند و در این فصل باری به هر جهت آمده بودند سمر کار گرد آورند بکوبند و مشتی آزوقه برای زمستان که در پیش بود مهیا کنند شطور زیور در آستانه در و پیش از آنکه دیگری به کمک بیاید به کار باز کردن ریسمان بسته به چادر شبها شد پیش از دیگران مارال به یاری رسید و یک لنگه بار را پایین گرفت و آن را بیخ دیوار کشاند. پس بلقیس و به دنبال شیرو آمد. زیور شطور را برخیزاند و به کناری برد و افسار را از کلش به در آورد و پیخایی را که به پشمایش چسبیده بود وا گرفت و رو به در خانه رفت. بلغیس و شیرو به کار کشاندن چادر ها به درون خانه بودند. نمیشه یه مش رو میان باد گذاشت تا پخش و پلاش کنه چادر شب اگر چهار گره بسته شده باشد و رویش هم چهار تا سنگ جانان بگذاری طوفان هم نمیتواند از یا برکنده و با خود ببردش اما هنوز کسی در این خانه یافت نشده بود که بتواند روی حرف بلغیس حرف بیاورد مادر حساب کار و زندگی خود را داشت و اگر نمارال شیرو و زیور می که پشت آنچه بلغیس میگوید چی خفته است. بلغیس از بیم دوز چادر شبهای گندم را به درون خانه می کشند. برای همین حرفی گفته نمی شد. مارال هم بداند یا نه به خود نمی دید حرفی را که از او نیست بر زبان بیاورد. بلغیس گفت وقتی همه شو جمع کردیم یه روز می بیرون درم. میکوبم و بادشون میدم خلاص زنها با چادر های گندم به دهانی در فرو رفتند و از چشم افتادند لوک اور کشید دمی دیگر زیور با دستهای آغشته به خمیر و آرد جو از خانه به در آمد و سفره شطور را جلو حیوان گسترد و به خانه باز رفت تا نواله را بمالد لوک پوزه به سفره برد نرم کاه را با لبهایش به بازی گرفت. زود اما پوزه از کاه با گرفت و سر به سوی خانه گرداند و خیره به در ماند. عادت به نواله داشت. هر شب یک نواله آرد جو، بیلنگش. گل محمد خود سر بیشام زمین میگذاشت اما شطرش را بی نواله نمیگذاشت. حالا هم لوک بیتاب بود. سرگردن به این سوی آنسوی می گردند. جستجوی صاحب. کل محمد را میخواست برای همین از ته حلق اور میکشید زیور همین را میفهمید دمی دیگر نوال در دست از در بیرون آمد و گفت بیزاری جانم آوردم نواله را روی سفره انداخت در کاه قلتاند و تکه تک گلولهش کرد و برخواست ریسمان اگال را از پر جهاز بیرون کشید زانوی شطور به اگال بست و رو به خانه رفت چادر شب ها از گندم خالی شده بود و دسته های گندم روی هم انباشته و زنها در کار شستن دست و روی گیراندن فتیله پیسوز و اجاق بارگذاشتن کتری و غلف اشکنه بودند مارال و شیرو مشک و پیمانه به دوش گرفتند و رو به دهن کاریز به راه افتادند برای شیرو تنها ماندن با مارال اقبالی به شمار میرفت از صبح دل, دل داشت تا بتواند یک دم به او خلوت کند اما نشده بود دلش از نگفتن باد کرده بود هرچه در همه روز بر زبان آورده دروغ بود هیچ کدام حرف دلش نبود حالا اینکه دل شیرو حرف بسیار برای مارال داشت مارال در میان تنها کسی بود که شیرو میتوانست چه به دل دارد به او بگوید آن دو زود محرم یکدیگر شده بودند اگرچه مارال هنوز دریچه قلب بر شیرو نگشوده بود او خوددارتر و پخته تر از شیرو بود خود را برای این آن زود آشکار نمی کرد دلش گره زده و بسته بود چنین خلق و خویی جزو سرشتش شده بود باید که چنین می بود شیرو به سخن در اومد خالوزاده به چه خیالی؟ اسبت یا گل محمد مرال یکی خورد گوش به چون این پرسشی نداشته بود به این نیندیشیده بود که برخورد میان او و گل محمد چونان بوده باشد که بتواند اینگونه بازگو شود گرچه چشم زن در دیدن پاره چیزها تیزتر باشد با این همه هنوز دیر نشده بود میشد نشنیده گرفت به راهی دیگر سخن دیگر اما شیرو از آنجور دخترها نبود که به سادگی تسمعش را از کدوی مرال بیرون بکشد. بیله کرده بود و پنداری میخواست آنچه را که دوش روی عاشقیش به ماه درویش به مارال باخته بود امشب پس بگیرد میخواست یر به یر بشوند این بود که خاموشی مارال را شکاند این چیزا شرم و گریز نداره من از دیشب دارم شما دوتا نگاه میکنم برادر خودم رو که من بهتر از تو میشناسم وقتی اون دندم به چیزی بند کنه تا نکنندش آروم نمیتونه بگیره مارال گفت منو چه به این حرفا؟ شیرو دانسته جوابش داد پاش پیش تو خزیده دندونش گیر کرده حالا میبینی مارال گفت من نومزد دارم شیرو گفت خیلی نومزد دارن این بیابون خیلی از این چیزا به خود دیده عشق مثل همین باتای کبیریه مگه نیاد وقتی اومد چشما رو کور میکنه برار من خودش صد بار از این باتا بدتره وقتی که بخواد چیزی رو به چشم نمیبینه دنبال دلش رو میگیره و میره از همون دمی که تو پا به اینجا گذاشتی اون تو رو دید من هوای هر دوتاتون رو دارم تو نگاهات رو قایم میکنی اما اون بی تو رو نگاه میکنه چشمای آدم از زبونش را سر حرف میزنن زیورم ملتفته اونم از اون بوزهای هوشیاره کار هست زبانش اگر کوتاه برای اینه که نازاست دردشم هم همینه میبینی چطور بیدل و دماغه؟ اما پیش از این دنیا رو بازی میداد مثل یک بزغاله وروجک فروجک میکرد دمی آرام نداشت آواز صدای زنگ میداد اما یک بار از جوش جلو افتاد رو نقش مرد صد و دل مرده شد افسردگی پیدا کرد کسل و غمخوار شد کم حرف و بی زبون مثل اینکه از این رو به اون رو شده باشه حال و هوای دیگه پیدا کرد گمونم گل محمد مهر از اون برید خدا میدونه حالا تو هوای خودت رو داشته باش مارل میانه ی حرف شیرو احساس میکرد که دلش برای زیور میسوزد اما نمیدانست هم دردی خود را به چه زبانی واگویی کند که شیرو باورش آید در همین یک شبانه روز توانسته بود کم و بیش خوی و شیرو را بشناسد دختری بالغ پر و هوس سودایی هوشیار روشندل کنجکاو بیپروا جسور و پرشور مارال در خلبت خود که میاندیشید در میافت که شیرو چندان هم بیراه حرف نمیزند به قلب خود که نگاه میکرد میدید سر موی ترک برداشته است به نگاه های خود که فکر میکرد میدید چندان هم بی تفاوت به گل محمد نظر نینداخته بوده است حالات گل محمد را هم چندان عادی ندیده بود و خوب که دقیق میشد حس میکرد چیزی زیر پوستش به جنبش در آمده است اما چرا به این فوریت؟ میگویند تیزی درفش به نوکش است لابد اگر گل محمد برهنه مارال را ندیده بود در منگال چنین نگاه گرفتار نمی آمد. اگر همچنین گرفتاری پیش می آمد فصلش دیرتر از این آغاز می شد. پس پیداست که نطفه چیزی بسته شده است و همین که چیزی در ذهن نشست اندیشه به جنبش در می آید. درست مثل جنین هزاران هزار ذره ناچیز در خاطر به جنبش در می آیند و خود را به در و دیوار مغز می کوبند و راه به جایی می جویند. شیرو بار دیگر در خاطر مرال خلید. اینجور که زیور می بینم کارتش به زن خونش در نمیاد. از دستش اگه بر بیاد تو رو با دنونش تکه پاره میکنه. زن پرکینه ایه هواشو داشته باش مارال فکها و لبها بر هم چسباند غرق پندار خیش گفت چی کار به اون داشتم من؟ کاری نمیخواد داشته باشی همین که هستی خودش کاریه اون نمیخواد که تو روز زمین خود سبز باشی دیدن تو دل اونو پر از کینه میکنه من میدونم زیور چه جور زنیه اون همین الان به خون تو تشنه است اگه بدونم راست میگی از اینجا میرم کجا؟ کجا رو داری بری؟ یکی دختری مثل تو کجا میتونه بره؟ جوانی تباه میشه پوش میشی فرقش چیه؟ اینطور که تو میگی اینجا هم که باشم زندگیم آروم نداره اینجا تا جای دیگه فرق میکنه نه مبادی وقت به سرت بزن و را بیفتی بیابون باید بتونی دوون بیاری یه جوری باید دوون بیاری به دهنفردی کاریز رسیدند مرال خاموشی را شکاند و گفت من دوم دارم خیلی هم خواه نشستم هر کس هر جور میخواد پیش خودش خیال کنه شیرو به تنه گفت ایشالا که ایش کس خیال بد نمیکنه. مشک و پیمانه در آب نخوابانده بودن که صدای قدم های زیور برآمد. مارال رو برگرداند و زیور را دید که دیکچه ای روی سر گرفته و پیش می آید. جایی برای او کنار خود باز کرد اما زیور بی التفات به مارال از باریکه جوی پرید و آن سوی جوی کمی پایین تر از برابر مارال نشست و به کار شستشوی پشت و روی دیگچه شد مارال هنوز زیور را نگاه می کرد و شیرو با شیطانی در چشم ها آن را می پایید مارال شیرو سرگرم پر کردن مشک و پیمان عذاب بودند که زیور دست و روی شست دیگچه پر آب کرد برخاست دیگچه را روی سر گرفت و براه افتاده شیرو دنبالی زیور را نگریست و در چشم مارال نیشخندی را با چشمک همراه کرد. رفتار زیور این بار به مارال گران آمد. پیمانه از آب بیرون کشید و دوش گرفت و به همان چالاکی زیور پی او رفت. شیرو همچنان نشسته بود و رفتن مارال و زیور را می پایید. به بیست قدم نکشید که مارال خود را به زیور رساند و شانه به شانهش به راه افتاد و بی با او به گفته گویی شد چرا اینجور بر من دم به تاو میدی؟ نون تو میخورم یا تو راه میرم این مارال بود که چون این برهنه سخن میگفت اما زیور پندادی دانا با آنچه درون مارال را براشفته است پاسخ او را در یک نگاه کوتاه فشرده کرد زیر سنگینی دیگشه سر به سوی او چرخاند و نگاهش را تند از مارال دزدید و همچنان به راه ادامه داد ها چرا یه جور با من تو میکنی؟ مگه چه با تو کردم؟ ما چه طلب حسابی میان همدیگه داریم مگه؟ چرا جواب من نمیدی؟ هنوز یه شب و روز بیشتر نیست چشمت به من افتاده اما طوری نگاه میکنی که انگار اسنیت هستم ها؟ نکنه خیال میکنی اومدم شوی تو از دستت در ببرم نکنم چه خیالی داری؟ اگر این هوا رو به سر داری خطا میکنی من خود نومزدی دارم که یک لاخ موش رو به هزار تا نظیر شوی تو نمیدم زیور به سردی سنگ گفت پس چرا پیش همو ورده میگردی؟ گوشت نشتونخ که گفتم به حبسه پنبه به گوش داشتی؟ زیور پا کند کرد و گفت نمیدونم این چیزا رو نمیدونم اما اگه برام یقین بشه که چش به شویم داری قسم به همین نما شام چشمات از کاسه بر میکنم گفته باشم این گفت و کرد قدمکش دور شد و مارال را در نعل راه یکه گذاشت مارال واماند پاهایش سوز شدند و احساس کرد قدهی آب سرد رویش ریختند سرفرو انداخت و نگاه به رد پاهای زیور کرد که روی خاک نرم راه بر جایی مانده بودند شیرو به او رسید فریاد رس شانه به شانه مارال به راه افتاد شیرو همچنان شیطانی در خود داشت چه میگفتید با هم؟ مارال برا گفت من اینجا نمیمونم میرم درد من اینو به بلغیس هم خواهم گفت من دیگه اینجا نمیمونم میرم بیزیور دور پیسوز نشسته بودند بلغیس رو به شیرو کرد و پرسید اون چی میگه؟ من نمیدونم تو را هم اینو بهم به گفت آخی برای چی کسی به تو بی حرمتی کرده؟ نه هیچکس. اما من اینجا نمیمونم نمیخوام بمونم نمیتونم مندنی نیستم میرم من نباید سر در بیارم تو دیشب اومدی و امشب میگی که میخوای بری همینه تاب نمیارم باید برم اینجا جای من نیست کی به تو حرف زد زیور از اون میگریزی نقل اون نیست خودم اینجا که هستم قریبم نمیتونم بمونم از اینجا کجا رو داری که بری کجا میری هر جا پیش بیاد شاید برم محله تنها چاره چیه نه نمیذارم تو از اینجا تکون بخوری برار من به زندون به امید اینکه تو اینجا هستی سراسود زمین میذاره به گوشش اگه برسه که دخترش میانه این و اون محل ویلون مونده دیوونه میشه نه این خیال و سر به کن گل ممد مگه بشنوه منعت میکنه مارل آنچه را بلغیس گفته بود نشنیده گرفت و گفت مون در من اینجا برام بیسمر همه جو باید برم پی بختم حرفشو نزن من نمیذارم پسرم هم تو رو به من سپرده چی خیال میکنی که من میذارم تو یکه و تنها سر به بیابون بذاری اینجا مگه جای ناجایی است نه بنشین و آروم بگیر من میدونم اینا هم از زیر سر کدوم گیس بزار گل محمد برگرده خودش کارا رو روشن میکنه میدونم این حرف از کجا آب میخوره اما نگران نباش خودم همه کارا رو درست میکنم نمیذارم آب از آب تکون بخوره حالا بزار این سلیطه هرچی دلش میخواد به اینجا و اونجا زهر بریزه از اون یک دو روزه که مردش نیست هر چه میخواد قرقمپوز در بیاره و دورفشانی کنه روزیش ببینم که با گریه و زاری به دست و پام بیفته پیش خود خیال کرده میفهمم کجش میسوزه بسات بسوزه به گمونش پسر من مای سرش به پای یک مادینه قصر سفید میکنه و آرزوی فرزندی رو با خود به گور میبره بعدا معلومش میشه بذار برگرده زنکی کخدار و بخیل بدبخت هر چی بکشه کم کشیده از دیروز اون رو میبینم که با زمین و زمان قهره انگار چل تخت قالی به چادر پسر من آورده یا یه گله میش هرونزاده سیاه وقت پیشونی سیاه از روزی که این زنه که پا به چادر ما گذاشته دیگه روز خوش ندیدیم باشه تا بش حالی کنم پیشونی سیاه نه که خیلی هم از دستش راضیم جوون منو از راه به در برده دیگه چی از جون ما میخوا تو هم دختر جان غم بی خودی به دلت بار نکن چی کار با اون داری؟ این چهار بود گندم رو که جمع کردیم میریم طرف چادورا اونجا دست و پا بازتره مجبورم نیستی مدام چش به چش اون داشته باشی اونجا برای که دستگاه جاجیم بافی فراهم میکنم فکر هیچ چیز و مکن تا بابات از حبس در نیمده تو پهلوی ما میمونی حالی شد خیالات دیگر را از سرت به در کن مارال کمی جان گرفته گفت تا پسرم بیاد میمونم اما بعدش معلوم نیست بتونم طاقت بیارم تا حالا من هر جوری زندگی کردم بعد و خوب به جای خود اما کسی به من تعرض نکرده جایی که خیال کنم مخل کسی هستم زندگانی نکردم بلغیس گفت این رو تو بدون که اگه یه مادیان ماکیان یا یه ماچ سرگم در چادر ما بسته باشه این زنه که حسودیش میشه میان سینش غیر بخل هیچ چیز نیست غیر خود چش نداره هیچ اهدی رو ببینه گمان میکنه دنیا محض خاطر اون سر پاست کسی اینجا جیرخار اون نیست تا بگر نمیاره بره بذاره بره بره از کله گاوخونی هم اون طرف تر مارال که بال از شرم تکانده و زبان گشوده بود گفت این منم که هیچ جا ندارم هیچ جا جای من نیست سیادی هستم اون از محله اون از چهار تا مال بادی که داشتیم اینم از دوم زدم بابا اینم از خونه امه و پسرم ماهام کاش منم مردی ای بودم زیور قلف اشکنه رو آورد بر زمین گذاشت و حرفا برید شام و خواب حرفی نبود مرافعه را بلغیس به جا نمی همه چیز را می باید همین جور به حال خود واگذاشت تا گل محمد بیاید پس بهتران که هر کسی زیر جای خود بخیزد خستگی همین را می خواست از دم کوفته و مانده بودند مگر شیرو او برای مارال کمی غمگین بود نمیخواست تنها یار خود را آزرده ببیند اما چه میتوانست کرد برخواست که برود جا را بیرون بیاندازد مثل هر شب اما بلغیس گفت امشب همه میون خونه میخوابیم یه جا بند دل شیرو گسیخت ولی چی لابد بر اینکه گل محمد مرد خانه نبود خب نباشد مردم سوزنده که غریبه نبودند پس چرا؟ نکند بلغیس از سر و سر شیرو با ماه بویی برده باشد میتوان پنداش که مارال به خود شیرینی بند را آب داده باشد نه نه شیرو گفت من زیر سقف نمیخوابم قلبم میگیره بلغیس گفت یه شب هزار شب نیست یالا جاتو بنداز اونجا به ای بخواب چرا فقط امشب بلغیس جوابی به دخترش نداد شیرو پیله کرد پس ریور چطوری تنهایی میخوابه تو اون خونه؟ اونم امشب اینجا میخوابه هممون همینجا کنار گندم ها میخوابیم کدام گندم ها؟ همینی که از زمین چیده بودند یا آنکه گل محمد با خدا آورده بود گل محمد که آرد آورده بود پس بلغیس هوش و حواسش به جا نبود شیرو هیچ نگفت بیرون در بیخ دیوار نشست و کز کرده بلغیس نهی وش زد مثل ملخ میانو و خوردی حالا نمیخوای سر مرگ تو بذاری شیرو جواب داد اون از سر ناچاری کردم اما خوابیدن که ناچاری نیست دلم میخواد اینجا بشینم هوا آرومه مارالم از تو با و زیر جا خزیده وگرنه اونم دلش میخواد یه دم بیاد و بیرون بشینه و باری به تنش بخوره آخه تازه تابستون داره تموم میشه چطور آدم خودشو میونه چهار دیواری حبس کنه بلغیس سر در بالینش مالاند و گفت حریف اون زبون سرخه تو کی میشه که من بشم؟ بمون همونجا اونقدر بمون تا زیر پاد مرس سبز شه در پی آرام گرفتن بلغیس مرال از تاریکی دهانه در پا بیرون گذاشت ایستاد و آسمان نظر کرد و نفس بلندی از سینه بیرون داد و پس بی اختیار به جای قرآت دریغمندان نظر انداخت کنار شیرو نشست شیرو پرسید دلگیری مارال جواب نگفت و سر پایین انداخت شیرو گفت زیاد غم مخور زود پیر میشی نمیدونم نمیدونم اما بلغیس تو فرستاد بیرون هم. انگار به تو بد برمند نمیدونم چرا خودم میدونم برخیز بریمون سوپ سو پشت شطور دم تنور مارال بیخ گوش شیرو نجوا کرد بلغیس حالیش نشه شیرو اعتنا نکرد بند دست مارال را گرفت او را از جا برخیزاند و در تیرگی وهمانگیز و خاموش شب به پشت کوهان شطر کشاند نشستند به گمان شیرو اینجا امتر بود صدای گفتگوشان به گوش بلغیس نمی رسید و می توانستند زهر شب را با حرف و گپ بشکنند از سوی بسیاری حرف و سخنها بود که شیرو هنوز با مرال نگفته بود نمیدانست چی اما یقین داشت که باید چیزهایی به مارال بگوید و چیزهایی بشنود هرچه بود برای آنچه در پیش داشت نیازمند کمک بود نیاز به کسی که خودی باشد و بتواند او را دلداری بدهد گرچه چنین کسی هم اگر نبود شیرو بی تردید دنبال خواهش خود میرفت اما روشن نبود شب را چجور میتواند به آخر برساند لابد مثل مرغ سرکنده خود را به این در و آن در میکوفت یا بیهوده میکرد یا اینکه خاموش میماند و خیال در هم میبافت اما حال که مارال چنین همدمی بود شیرو مشکل میتوانست امشب را این آخرین شب را تنها و قریب بگذراند نمیدانم از چیست اینکه در لحظه های التهاب دشوارتر میتوان تنهایی خود را تاب آورد مگر اینکه چه جور آدمی باشدن تنهای ملتهب شیرو با همه شهامت و عرقیش چون این کسی نبود او به خود نمیدید که شب را تنها سر کند مگر اینکه در تنهایش آزاد می بود و می توانست به هر کاری دست بزند و به هر جایی که دل خوش می داشت سر بزند چون این اگر بود شاید شیرو به کوچه پای می کشید و تا برون آمدن ماه در بیابان پرسه میزد یا بر ماهوری می نشست و به کوه دوبراران نظر می دوخت. آواز می خاند. به دنفره کاریز می رفت. یا به هزار کار دیگر دست می زد که همکنون در یاد نداشت. اما حال که چنین نبود. نه تنها بود و نه آن آزادی را داشت. مارال بود و او می توانست همه حرفهایش را هرچرا که در دل داشت به او بزند. اما کدام حرف ها؟ چون این لحظه هایی سینه پر از انبوه واجه هاست اما زبان را یارای گفتنشان نیست خاموشی پنج در سینه می افکند و زبان بند می آید اما همین که زبان به اولین کلام گوشوده شد دیگر مجال به هیچ کس نمی دهد شیرو اراده به سخنی که از یاد رفته بود کرد و گفت نمیدونم چی میخواستم به تو بگم همش یادم رفت قصد شده چرا؟ باز هم این عبارت این که معنای تازهی در بر ندارد پاسخ تازهی هم که نیست پس این همه رخ نکردن به روح دیگری چرا؟ مارال جواب داد حالا وقتی این گفتگوها نیست من نباید زیاد پیش تو بمونم تو هم نباید زیاد بیرون بمونی یه وقت میبینی بو میبرن حالا اگه کاری چیزی با من داری یک روی کن من نباید زیاد پیش تو بمونم بمانم منم بدگمان میشم فردا حساب پس بدم یالا اگه حرفی دادی شیرو گفت داشتم خیلی حرفا داشتم اما انگار همش یادم رفت نمیدونم نمیدونم چی بگم اصلا چیزی مونده که به تو نگفته باشم چی؟ راستی من چی میخواستم به تو بگم ها لابد خیال میکردم که باید همراه تو حرفایی بزنم اما حالا که فکر میکنم میبینم نه هیچ حرفی ندارم نمیدونم نمیدونم عقلم به جایی نمیرسه تو چه خیال میکنی؟ از چی بگم؟ ها یادم اومد بخچم و بستم و میان آقل زیر کاها قایم کردم سجلم و برداشتم این کارا رو وقتی اومدم قده بیارم سر زمین تموم کردم دیگه چیزی نیست که بگم همین کمی هم دو دلم بیم دارم یه جور فکرایی میکنم نمیدونم دیگه چی به تو بگم بعد از تو میپرسم از بابت من میپیشوننت تو چی میگی؟ چی میگی؟ بگو نمیدونم همین امشب هم زودتر برو بخواب برو تا شکل نبردن منم یک دم دیگه میام تو برو زود مارال هیچ نگفت میدید که شیرو داره پکر میشود و از رفتار گفترش برمیآمد که هرچه به واقع پیشتر میشود بیشتر باور میکند که دست به چه کاری خواهد زد اما تا دمدمایی رفتن اگر قرساقش را از دست ندهد کار کرده است مارل گفت تا برخیز بریم بخوابیم اینجوری که تو پریشانی حواسشون بیشتر پیش توه و یه وقت میبینی نمیذارن کاری پیش ببری نمیتونم نمیتونم میدانم میون اون سوراخی نمیتونم طاقت بیارم اونجا اگه باشم خفه میشم تا آخر شب خیلی مونده باید یه جوری مدارا کنی اگر از حالا بخوای اینجور بیقراری کنی و بالبال بال بزنی تا اون دم جگرت خون میشه باید یه جوری سرتو بگذاری و بخوابی از حالا تا ماه بر بیاد انتظار کشیدن میدونی یعنی چه؟ اگه بخوای خودت رو اینجور یسابل کنی هلاک میشی و خیز بریم آرام شک بگیریم بخوابیم موقعش که شد پا به پات میزنم و بیدارت میکنم نمیتونم زیر اون سخت خفه میشم برای مشکل نفس کشیدم با این همه پا به پای مارال برخواست و همراه او به راه افتاد مارال پرسید بلوم از از کدوم بر میرید؟ چه میدونم من؟ هفت به دست اویه دنبالی حرف کوتاه کردند دمی دیگر قدم در خانه میگذاشتند و گذاشتند خانه تاریک بود و فتیله پیسوز ته کشیده و نور رنگ پریده تنها یک گل جا بالا سر بلغیس را به خصت روشن کرده بود بلغیس جای مارال و شیرو را ته خانه بیخ دسته های گندم انداخته بود خود بلغیس دم در و زیور را هم پایین پایش بیخ دیوار خوابانده بود. مارال و شیرو آرام و بی صدا از بالای سر بلقیس رد شدند. اما هنوز روی جا ننشسته بودند که صدای بلقیس برآمد درد دلتون تموم شد؟ گویی چشم مادران همیشه باز است. مارال زیر لب خندید و شیرو از دل سوخت. با این همه حرفی نزد. و سر بر گذاشت و بلقیس هم خاموش ماند و همه به ظاهر پلک بر هم نهادند و راهی صحرای خواب شدند اما کم بودند آنها که گمان زننده در پناه پلک و در پندار دیگری چه چیزها که سیلان ندارد سکوت خود را در اتاق یله داده بود از بیرون هم صدایی نمی آمد. تنها به خواب رفتگان خسته خستگان کار روز آنها که خیالشان مرزی داشت آرام و آهنگین نفیر میکشیدند اما آنها که نفیرشان آهنگی یافته بود آیا برستی در خواب بودند یا خود را به خواب زده بودند لابد در خواب بودند چرا باید خود را به خواب زده باشند برای چی؟ این کار چه معنایی میتوانست داشته باشد کسی از دل کسی مگر خبر دارد؟ آنها مگر آگاه بودند در باطن شیرو چه حال و نیتی میگذرد؟ به یقین خبریشان نبود اما شیرو از جایی که به خودش بدبرم بود نمیتوانست آرام بگیرد به هر چیزی شک داشت نمیخواست به خود بقبولاند که همین آن این زیور خواب است یا بیدار؟ آیا او همین دم؟ با پلخای های بست مراقبش نبود شیرو به شیوه موزیانه دلش میخواست برود بالای سر زیور و پلخای او را به سر از هم بگشاید تا یقینش شود او خواب است یا نه چون این کاری هم اگر میکرد باز دلش اطمینان نمیافت بد دل و بدگمان بود این نگرانی شیرو پرابسته به یک تن نبود از هر سو نگرانش میکرد مادرش بلغیس از کجا پیدا بود که زیور با آشنایی که به پیوند پنهان ماه ترویش و شیرو داشت همین یکی دو روزه آن رو با بلغیس در میان نگذاشته باشد گرچه محال می نمود از آن رو که زیور و بلقیس این روزها سایه یکدیگر را با تیر می زدند مهربانی دو سر دارد همچنین بیمهری بلقیس به زیور مهربان نبود نمی توانست باشد افسون بر همین نابهنجاری هایی که بلقیس در پیوند میان فرزند و عروس خود میدید او میخواست روی نوه اش را ببیند همان برای هر مادر ایلیاتی هر مادری آرزویی بر حق است اگر زیور هرگز نتوانسته بود فرزندی بزاید پس نتوانسته بود ریشه ای در خانمان میشکالی بدواند و نیز نتوانسته بود جای پایی در قلب بلقیس بیابد از این رو نه فقط بیگانه که حضوری مزاحم و به چشم بلقیس مخل زندگانی بود چون این باستابی که زیور از خود در بلقیس میدید طبعا نمیتوانست انگیزه واکنشی جز از همان دست باشد به هر دست بدهی به همان دست پس میگیری برای همین محال بود زیور اگر از میل و نیت شیرو خبر هم داشت چیزی به بلقیس بگوید چه بسا دلش میخواست که چنین بشود چون دست کم چند گاهی خود او از مرکز خشم و بیزاری دور میشد و جای به شیرو میداد پس به نفرت او میتوان امید سپرده و از آن سو خاطر جمع داشت او خفته است چرا که نه تنی کوفته و جانی خسته داره پس اگر پندار وا نداشته باشدش بیگمان به خواب رفته برای چه باید بیدار مونده باشه خوابیده خوابیده شیرو دلش چنین میخواست دلش میخواست همه خوابیده باشند مارال هم خواب اگر بود بهتر بود خاموشی خاموشی شیرو تنها شب را به کار داشت و خاموشی را بگذار لحظه ها هرچه تون تر بگذرند اما خاموشی و شب به تمامی بر مراد دل نبود هر آن ممکن بود کسی به نوشیدن آب از جای برخی زد یا اینکه کسی سر برسد گل محمد، بیک محمد، خانمو، مدیار شاید هم خان محمد بزرگترین برادر شیرو تا رخ نمودن ماه هزار اتفاق نپنداشته ممکن بود که بیفتد ممکن بود دندان بلقیس همان دندان فک بالا باز هم درد بگیرد و او برخی زد تا کمی نمک در کهنه ای پیچد و روی دندان بگذارد شدنی بود که زیور ناآرام از حجوم خیالات خود از جای برخی زد. چه بسیار شبها که بیدارخوابی زیور را واداشته بود از جای برخی زده از خانه بیرون برود کنار دیوار یا نزدیک تنور ساعتها خاموش بنشیند در نبود گل محمد بلقیس اگر به نیت پاییدن خانه دم به دم سر از بالین بردارد و چشم به هر سوی بگرداند چی نگاش کن همی الان داره میجنبه چه وسواسی داره این پیرزن برخواست از زد بیرون رفت شیروب بیان که تکانی به تن بدهد ماند خاموش و بینفس دمی دیگر بلغیس را دید که شطر گل محمد را برخیزاند و رو به خانه می آورد زانوهای لوک را زیور اگال زده بود اما بلغیس اگال یکی از زانوها را باز کرده بود و شوتل را به آستانه در می کشند. لوک ار می کشید و بلغیس پیش می کشندش. دم در چسبیده به چارچوب در شطور را به زانو واداشت و اگال زد بعد پی سفره رفت آن را آورد و جلو پوزه ی حیوان پهن کرده به هیچ انگیزه روشنی به دور شطور گردید و پا به خانه گذاشت روی جایش نشست و به تاریکی شب به ستاره هایی که در عمق سیاهی می چشم دوخت چه حالی داشت بلقیس؟ نگران کدام سویی بود چرا نمیخفت خیال که برش کنده بود یاد کی یاد چی تیزی پندار که می آزردش هیچ روشن نبود نمیشد دریافت چرا که بلغیس دل بود و حرف را حرف گمانش را حالی حالی بر زبان نمی آورد این باری به جای خود و برای خود اما اگر تا صبح همینجور بیدار میماند چی؟ شیرو چه باید میکرد؟ نه تا صبح که نمیتواند بیدار بماند تن کوفته و خسته است. خواب و خستگی سرانجام گیجش میکند و میقل تا ندش. اما امشب چرا ناآرام است؟ لابد دلش در هوای پسرهایش به پرواز در است آخر هیچ کدام در کنارش نبودند. نه خان محمد، نه بیگ محمد و نه گل محمد اما بلغیس بیشتر در هوای کبال میزد. شیرو همین را نمی توانست بیابد. گیرم یافت که چی؟ آنچه نمودی آشکار داشت اینکه که بلغیس آشفته درون بود. این به بیرون هم نشت کرده بود. آشوبش برون می ترابید. نه آرام بود. روی جا شوری می شد. به این سوی آن سوی وا می گشت. پکر بود. آب می نوشید. زانوها را بغل میگرفت. چانه بر زانو می نشند. خیره می ماند. ناگاه گره دست و تن می و به هم بر می گشت و نوشیدن آب را به ناچار از سر می گرفت. سرانجام جوشش درون فرو می نشند. آرام می گرفت. آرام گرفته بود. روی به بیرون در چهار زانو نشسته بود و سیاهی را می پایید. سیاهی در سیاهی. بی صدای و وهمنگیز تنها صدای جویدن شطور که کاه جویدم را زیر دندان ها خوراج می کرد. مارال بی نفس بود. زیور هم. همه اینها داشت شیرو را خفه می کرد. همه چیز اگر مثل معمول می گذشت شاید هیچگاه شیرو احساس نمی کرد. در تنگ نایی خفقانی گیر کرده است. اما حال که چنین شده بود که بیخوابی بلغیس را آشفته بود شیرو حس کرد جوالی پر از بار روی سینهش افتاده و او در زیر این سنگینه تکان نمیتواند بخورد دلش میخواست از جا برخیزد اما است میخواست آزاد و روان نفس بکشد اما توانست حتی یارای این نمیدید که در جای خود تکان بخورد وحشت این که بلقیس متوجه حال او بشود پس همچنان که سر جا دراز کشیده بود در خود خشکیده می نمود. حتی دستایش را ها نمی توانست جمع بدهد. چشمهایش باز بودند. تخم چشمها در کاسه خشک شده بودند. آروارهایش برهم چفت شده بودند. مجاهایش کاه شده و در گوشهایش صداهایی گنگ و مبهم تکرار می شدند. از تنش کشیده، پنجه در هم قلاب شده و گلویش چوب شده بود. حتی آب دهانش را نمی توانست فرو بدهد. اصلا آبی در دهان نداشت تا آن را فرو بدهد. جنازه این میان تابوت. این شیرو بود که چنین با خشکیده دراز کشیده بود. ترسی ناگهانی شیرو نیت کرد هر جوری شده به خود تکانی بدهد. اما این کار برایش مشکل شده بود. احساس ناتوانی. رمق انگار از سنش رفته بود یا اینکه چیزی مثل بختک رویش افتاده بود اما یقین داشت که هیچ کدام راست نیستند پس چرا گیر کرده بود زنده بود خود این را میدانست همچنین میدانست که رمق در تنش نیست اما چرا این را نمیدانست سرانجام نفس بلندی کشید و به تندی واغلتید و چون چنین احساس کرد چند بار از این شانه به آن شانه شد هر جور و هر اندازه که توانست نفس کشید و دستها را دوبال کبوتر به این سوی آن سوی رها کرد گردن آزاد داشت و سر به دو سوی قلطاند پنداری میخواست جز جز اندامش را بیازماید میخواست به تندرستی خود یقین کند پاها را خماند بالا آورد و رهاشان کرد پلکا گشود و بست مجه ها را به همسایاند. سایاند انگشت های دست را خرپنج وارهاند و کوشید تا اختیار خود را به دست آورد. سرانجام آسوده شد. نفس کشیدن به جا و اعضای تن به فرمان آمدند. حال می توانست بیاندیشد. اما اندیشه باز هم سینه صحرا میخورد. خورد. بلغیس همچنان جلو در خاموش نشسته بود و نگاه به بیرون داشت. و این اولین دیواری پیش پندار شیرو بود. براستی او چرا نمی خوف. ها دده. چرا دراز نمیکشی کشی بخوابی؟ بلغیس خاموش و بی حرکت بیان که سر به سوی دختر گرداند خشک و بریده گفت تو خود بخواب جای حرف و سخن برای شیرو باقی نگذاشت پس شیرو با خشمی خموش سر در بالین مالید آهوی زخمی چه پیش خواهد آمد؟ چه وقت است؟ زمان هم گم شده بود شیرو از هیچ چیز خبرش نبود جای جا هم نبود تا بتواند در آسمان و در ستاره وقت را بجوید ترسید از اینکه رشته یه لحظه ها از دستش بگریزد ترس از اینکه خواب تن بخیزاند و سنگینی خود را بر پلکا یله دهد و او را هم راه ببرد نگرانی از همه سوی با مارال هم نمیتوانست گفتگو کند چه پیدا که او را هم خواب نبرده باشد دیدم که بیدار باشد چه کاری از او برمی آید اوان از دست این بلغیس اگر وادارشان نکرده بود زیر سخت بخوابند آنها میتوانستند زیر آسمان تا برآمدن ماه زیر گوشه هم پشپش پش کنند و وقت را به شیرینی و همراه با هیجانی گرم بگذرانند اما حالا حبس بودند این خودش یک جور حبس بود حبس مگه چیه؟ نگاش کن این هم دوستاقبانش همونجا دم در مثل سنگ لب رودخونه نشسته و جوم نمیخوره خدایا این زن این مادر که به افسانه ها ماننده است تا کی میخواهد به همین حال بماند تا صبح که دیگر نمیتواند میتواند پس رمقش را از او بگیر خدای من خستگی را بر او چیره کن فروغندانش مگر او خیال نداره صبح فردا به میان زمین برود و لاخهای بیبرکت گندم را همچون موهایی از کله کل از پشت خاک برچیند پس چرا دست کم به فکر کار فردا نیست او که برای کار جان میدهد نکند از نیت من با خبر شده مباد مباد یقین که چنین نیست خبر اگر شده بود از سر شب آشکارا بیدار نمی نشست وانمود نمی کرد او اگر برده بود لابد پوست انگشت می برید برا نمک می پاشید تا در بیتابی سوزش مداوم زخم خواب از چشم ها بتاراند با این همه او وانمود نمی کرد و پنهان می پایید اما از دست این زن کل خشک آخر بگو تو چه هست که سر نمی گذاری؟ چه مرگت هست تو که از نیش آفتاب زبانه شب در تفتای خورشید مثل کنه به زمین چسبیده بودی و از خاک و خاشاک خوشه برچیده ای چرا نباید تن به خستگی به خسبانی؟ چرا؟ کازی چشمان خشک و خواب از چشمها ها گریخته دور از پندار شیرو و آنچه در او می گذشت بلغیس لحظه ها را به هم بر می بیخوابی بلغیس از گونه ای دیگر بود گهگاه او چنین میشد نه همیشه گهگاه امشب هم یکی از آن شبها بود سرش خشک شده بود خواب از او میپرهیخت وهم و پندار برش داشته بود و فوران شکل و شبه در باطنش به چرخ بود گل محمد گل محمد دور میشد اما از نظر مادر نمیافتاد دمی در دود گم میشد از غبار بیرون میآمد باز دور گم بلغیس نمیدانست درون قبار چه میگذرد خون سرخ در قبار دور میپشنگید قبار سرخ میشد و رنگ میگذاشت هیاهوی گنگ و دوری به گوشش میرسید نعرهای دل خونین دود را میدرید اسوی سکندری میرفت سواری در میقلدید شیهی ای خونین صدا صدای هنجره های تشنه بلغه صدا را به گوش جان می شنید چیزی درون جگر بلغه لانه کرده بود دیگر امشب چه است برخواست کند و خسته برخواست دست ستون تنگ کرد و از جایی برخاست. دمی ایستاد و به قامت کشیده خود دهانه در را پوشاند پس قدم به میان چهار دیواری گذاشت شب سر و گوش انداخته و سراسر از صدا و هم, هم خالی بود ستاره ها خنجرکان برهنه درخششی به شتاب داشتند دیوار شب بلند و دیوارک خانه بسی کوتاه می نمود تنور زمینی خانه قریب می نمود زمینگیر که دهن به طلب لقم ای گشوده باشد بر بام نعش قافل ای حرامی زده را میمانست. و بلغیس خواهر وامنده و تنها یه قافله بود خستگی روزانه را رو هنوز در پا داشت به نزدیک لوک گل محمد رفت شطور به نوی نشخار میکرد بلغیس از شطور دور شد دلش جانش شوری میگرفت آزاری درونی پنهانی بنای قدم زدن گذاشت سرگردان و بی مقصد میان چهار دیواری گشت و واگشت با و باز آمده کنار شطور قرار گرفت بی اختیار پنجه در پشم کوهان فرو برد پس گردن حیوان را خاراند و بیهوده و بی هدف یک بار به دور شطور چرخید و کنار دیوار ایستاد و دمی همانجا نشست و پشت به دیوار داد این خوی آشفت ریشه به کجا میزده؟ کو ها به نشستن و چنانکه که گویی از چیزی می زد، از خود به درون خزیده روی جایش نشست دست و چهره در تیرگی شبانه بالا برد و گل محمد را دعا کرد پروردگارا به تو می سپرمش. این آخرین تسلا و آخرین کلامی که توان به کسی گفت بلغیس از آن پس قرار گرفت آرنج آرام بر بالین گذاشت دست را ستون سر کرد و مانده شیرو نفس با آسودگی کشید و دعا خواند به خوابانش خدای بلغیس عهد خود با شبی که بسی شوم مینمود بسته بود میباید به خواب رود اگرچه هنوز نمیتوانست به تمامی از خود و خیالات خود پرهیز کند آن آشوب پنهان جان که چندان جرف در او سر برداشته بود بکندی کندی فرو می نشست. پس مدتی می باید بگذرده تا او بتواند ستون دست بخواباند و سر بر بالین گذارد و پلکا به تنبلی خواب بسپارد و به رنگ دود دودی ملایم قبار قباری دقیق پس بسان نسیم خواب بر اش بنشیند و مجه های بلند و زبرش در آغوش هم در افتند و آرام بگیرند نفیر خواب نفیر دیگری است چهار تن اگر زیر سخفی خفته باشند نفیر منظمشان چنان آهنگی برپا می کند که خود خواباور است اما هرگاه در این میان تنی از ایشان بی خواب شده باشد از نفس کشیدنش ناهمانگی نفیرش می توانی او را بازشناسی دم او خواب رمیده آهنگی دیگر دارد و خفتنش حالی دیگر آن آرامی پر اطمینان در دراز کشیدنش نیست و این قلط و با قلت های بی اختیار در اندامش دیده نمی شود انسان خفته خود را در آزادی تمام یله می دهد یله داده است شده دست و پای و گردن و موی هر یک به اختیار در آزادی یله اند از پوشاک تن خیش بی خبر است و نگاه از برهنگی تن فرا برده است خواب زده اما چنین نیست او به خود می و از هم میپاشد تنش رها نیست، بسته هم نیست. دست و بال خود وا اندازد. دست و بال بیقرار خود را عصبی است. پاها را بسته و باز می کند. فضاینده خستگی سر و گردن به این سوی و آن سوی میراند دردمند. خواب رمیده، کوفته و بدخوی، پرتوقع و ناآرام، بی تعادل و خموشوار است. ناب سکون ندارد از پس کلنجار بسیار با خود جمع می شود و از جایی بر می خیزد تن پوشی به دوش می اندازد و از رد بیرون می زند و در هوای پاک اگر هوای پاکی باشد پوست تن به سیل نسیم می سپارد و هوای پاک به ولع می بلعد. مشتی آب بر روی پس در میدان ای بیخ دیواری گرد آبگیری لب جویی کنار کشتاری به راه می افتد. پندار می بافد می اندیشد مگر تازه ای برای اندیشیدن بیابد امید اینکه که پندارهای روشن او را رو از قلاب اوهام پیچنده وارهاننده و خستگی سالم به او روی کند میل به بستر چون این گاهی است که خواب رمیده دو دل ما به امید اینکه خواب خواهدش برد کف برهنه پا بر بستر گذارد و تن کوفته رها میکند و پلکها بر هم میهلد اما این هنگامی شدنی است که پروایی در میان نباشد که جان بسته نباشد که پیرامونش دیواری ناپیدا نکشیده باشند که به زندان در نباشد که از خموشی و آشفتگی درون از شب و آنچه در پیش است از پندار فردا و مادر از خیال خشم برادر و اندوه پدر در امان باشد نه که این همه حراس حراس موزی به دلش رخ نکرده و او را در قباری از تردید و ترس امید و انتظار گرفتار کرده باشد نه که شب شبی که همواره برای شیرو خیال انگیز بوده است تا بدین پای نادرست و ترسناک شده باشد چگونه شبی است امشب اما سبب در شب نیست در شیروست شب همان شب هر شبه است شیرو همان شیروی هر شب نیست در دل او رمزی نهفته است و شب همان هنگام رویه که هر شبه می توانست گرفت که این رمز از دل شیرو به در رود پس امشب را تا باید آورد شب تبزده را شب بیقرار را امشب شب بند است و شب رهایی شب ترس و شب شوق شب حراس و شب عشق امشب شب خلوت است گسیختن زنجیر در مرز همه شبهای پیش و پس امشب ایستاده است هم در این شب این مرز پیموده می شود زدیت و خصومت در هر سویش قامت کشیده است این سوی بندگی و بستن آن سوی رهایی و رستن شب امشب در این میان درنگی مشکوک دارد در قلب شب امشب این دو دشمن به هم میرسند هم شانه میشوند با هم هم دوش گرده به گرده به هم در می در هم فرو می روند دز هم می شوند. یکی هر دو در هم با هم محض هم و در یک راه به راه می افتند بعد سگالی این و خوشایندی آن در هم و بر هم می شوند. زندگانی آغشته به هم اما شیرو لجباز دخترک این را باور نمی داشت نمی پنداشت و نمی توانست بینگارده. که چنین خواهد شد او چنین آرزو داشت و می هندیشید که از نیمه های شب زندگانیش همچنان که شب رو به صبح خواهد رفت پندار اینکه که پهنای واقعی زندگانی امثال او در هر کجا و به هر روی هم رنگ و همگونه است برایش دلشکن بود این را به خود نمیپذیرفت که فردا همچون فرداهای دیگر خواهد بود برای او در پندارش به یقین فردا رنگین تر بود او با همه جوانی چندان خام و بیمایه نبود که آسوده ترین روزها را برای خود ترحف کند سختی روزگار و در دری را هزار بار مرور کرده بود خود را برای روزهای شکننده و شاق آماده داشته بود اما این همه را به بهای ماه درویش به هیچ گرفته بود فدای روی و موی تو درد و بلا به هیچ پس نمیخواست باور بدارد که زندگانی دایم باز هم شکفتن عشق به تاراج خواهد برد در حال شیرو دیده بر هر چه زخم و خاری بسته بود متبرک باد جمال و وسال یا بعد روزی دیگر است و امشب شبی دیگر شب در چشمان شیرو از میان دو شقه میشد نیمی تا ماه و نیمی از ماه آن سوی ماه دیدنی بود سرخی شوخ اما این سوی ماه که شیرو در آن مهار بود قلیز و سنگین و تیره و گرفته بود دلاشوبه همواره چنین است کشندگی لحظه های پیش از آغاز در رضایمان ترسی پنهان و امیدی مجهول در رحم دارند آبستن تردید و درد لحظه های آغاز چنین نیستند لحظه آغاز زائیده ی عمل و ارادند انباشته از موج موج جنبش پر از خواهش رهایی دریا خود زایش دیر میرسند اما ارزش خود میدانند و بهایی کلان میطلبند بهایی به وزن درد اما می آیند و پیش تا به آمدن خیش پیامی دارند صبوری باید چشم به راهش بمونی شون از بار انتظار خالی نباید بکنی باید بمونی آماده بمونی آروم باید باشی باید باشی میان به یقین میان آرامش هم با مقدور نیست در تلاتم است نبز تند میزند خون با شتاب میتازد چشم از بسیار گشود ماندن درمانده است پندار در پریشانی دست و پا میزند گوش ناچیزترین صداها را میدزدد دستها در هم قلاب شده اند هیچت به اختیار نیست دستها فرمان دست از تو نمیبرند بیهوده با دکمه ها دهانه جیب با دسته زلفی از زیر چارقد بیرون آمده کلنجار می روند کمر پاچین چرا همین امشب شد تنگ شده دل آرام نیست بیهوده پکری در زمان و مکان انگار جایی نداری بی آهنگی بی قراری بی تاب نمی توانی خود را رها کنی ناچاری خود را ببندی لبهایت را گاز بگیری دست روی قلبت بگذاری چه سخت می تبد این قلب میبالد مجبوری آرام نفس بکشی چون اگر به تمامی نفس را واهلی ممکن است هنجرت را بدراند این دیگر نفس نیست فریادی است مانده در سینه بیابانی میطلبد تا در قلاب زمان گرفتار آمده ای و ما هم در نمیآید ما هم در نمیآید ما هم در نمیآید اما این عشوه تا به کی تا به عمر تمام می شود چگونه شب را تمامی نیست نه این وهم است شب در خمی در کنگره ای در ویران ای گیر نکرده است نمانده است شب روان است جاری است لحظه ها را از پای در می آورد تا به ماندن ندارد شب از سایه خود گریزان است تو شیرو این را باید بدانی دلارام بدار شتاب مکن بیهوده شتاب مکن اتشنا داری بیش از انداز اتشنا داری این می آزاردد بیهوده شتاب مکن چرخ می چرخد. دم از پی دم می گریزد و به فنا می ریزی در جرفای فنا ما تن از انبوه سیاهی بیرون می کشد. و خسته بر شانه کوه دو براران می نشیند. منزل می کند و تن یله می دهد. خود از تو به جلوه کردن بیتابتر است. به بند هم اگر بکشیش باز یک جا قرار نمی گیرد. می آید. می آید. برخیز خدا آماده ساز. تو امشب از پسری خود بریده می شوی. برخیز. برخیز. شیرو صدای قلب خود را میشنود. شیرو زبان قلب خود را میشناسد، شیرو فشار زایش فرزند را حس می کند. شیرو میداند که پای در پله تازه میگذارد، شیرو با چشم قدم بر می دارد. شیرو میداند داند عشق او را به دوزخ هم بتواند کشاند. شیرو پیشاپیش پیش رنگ خون خود بر خنجر برادر می دیند. شیرو مردانه دل به سفر داده است شیرو خواهر گل محمد است شیرو چیزی از برادر کم نمی آورد شیرو نمی خواهد چیزی از برادر کم بیاورد خون تو در منم هست سفر بیگانه بار خدا آغاز می کنم خدا نگهدار زندگانی همیشه زندگانی آرام زندگانی تسلیم سلام سرکشی سلام خروش آرام به گونه ماری که از درونه پوست بیرون می خزد. از جا بیرون خزید دمی نشست و پایید نفیر خواب و تیرگی شب خانه را تنگاتنگ تنگ پر کرده بود اینکه کسی بیدار نیست یقین بود زانوها جمع کرد آرام برخواست و دکمه های یلش را بست پاچین بالا گرفت و بادوش از کنار مادر گذشت گیوه ها در آستانه در انتظار شیرو میکشیدند کشیدند. گیوه ها را برداشت و زیر بغل زد و بار دیگر خفتگان را نظر کرد. پداری با چشمان و حول بدرودشان میگفت گرچه حراس این که پلک یمده دلش را می تپانده. دل هروی بی سبب کار روزانه زنها را رو کوفته بود و این هنگام که ناف شب بود زنها در عمق خواب رها بودند. در عمق خاموشی شیرو پا از در به در گذاشت و کنار شطور به درنگی کوتاه گوش خواباند صدایی اگر بود میخواست به گوش گیرد اما نه خاموشی بزرگ شب را پر کرده بود به شب نظر کرد قنجرگان درخشان سوراخ سوراخش کرده بودند تن شب شم آجین ستارگان ناچیزترینشان هم پیدا بودند باف در باف چتری نقر کوب گسترده بر آسمان دیده بانان شب و دشت شیرو به آغل رفت سارخ خود را از زیر پوشال و کاه درآورد بیرون آمد و بی هیچ تردید سر فرو انداخت و رو به دیوارک خانه رفت محکم و چیره به خود ترسهای کند پاره زیر پا می کرد دور بر را پایید و گذشت به نگاهی دیگر سر برگرداند شطور گل محمد نگاهش میکرد. شیرو نگاه دزدید و پای بر خاک نرم کوچه گذاشت و سارق رختها روی سر جا به جا کرد پشت دیوار بیابان بود و شیرو روی در بیابان داشت بیابان بزرگ و پروهم شب خود را بر او انداخته بود آمیزش تیرگی و زمین بی نوری در هیچ سوی خاموشی حراس و شک به دل می نشند. تنهایی به تمامی احساس می شد شیرو خود را میدید تنهایی خود را به چشم میدید و وحشت دل را حس می کرد ترس از صدای پای خود نفس سرد شب بر پوست گونه ها تیرگی تمام هرچه از کلاته دورتر می شد شیرو احساس تنهاییش امیغتر می شد با هر قدم قدمی به قلب ابهام نزدیکتر با این همه دور از پندار بازگشت نهی بر خود میزد فشار دندان بر دمدان شب را لگدمال میکرد دیوار و ها پشت سر میگذاشت و میرفت باد ملایم دشت های باز در پاچینش میپیچید و بطه های مره به دور ساقه ها می سایاند. اما شیرو فرزند بیابان بود زاده کوه دختر صحرا و دشت هم دم گرگ و سگ و گوزفند و از حالا هم کاردی بیخ کمر داشت اگرچه دانسته بود که در این فصل نیازیش به کارد نیست نزمستان بود که گرگ در شکم داشته باشد نه گرم تابستان که گذرندگی بیکاره و قلندر پایانه ی تابستان آغاز پاییز بود سرمایه نسیم شابور را میشد به تن حس کرده با این همه بیگدار نباید بر آب زد آدم تنها خطر همیشه به کمین تو در نشسته است دل باید به چیزی گرم داشت پشتوانه ای باید دیگر چه باک؟ شب است که باشد تنهایی گو باشد چه بیم بیم پاها را سوزد می کند دل که نیست برای تو دختر بیابان ننگ است از شب هراسیدن دل قرص باید داشت شب چیزی جز شب نیست پس هیزا هنگتر بیراه به راه قنات از ماهور باید گذشت شیرو سینه ماهور را فراز رفت و از آن سو کله پا کرد پشت کاریز پرهی مردی و اسبی به صدای پای شیرو مادیان روی برگردان و گوشها را به پیش سیخ کرد. همراه مادیان مرد هم واگشت. شیرو پاس کرد. تردید. مرد. نام از شیرو برد. صدای آشنا. شیرو قدم تیز کرد. ماه در ویش افسار مادیان به سوی او کشاند. شیرو رسید. سینه به سینه هم. این قلب خاک بودایا که می جای درنگ نه. ماه درویش رخت از سر شیرو برداشت و به ترک بند مادیان بست. شیرو افسار از خاک برگرفت، ماه درویش پا در رکاب کرد و بر خانه زین جای گرفت و دست به سوی شیرو دراز کرد. شیرو دست در دست مرد و پای بر پای او گذاشت و به یک جهش پای از خاک کند و تن بر ترک مادیان نشانده. غلاب دست ها به دور کمر ماه درویش ماه درویش به او روی گرداند کلامی به شوق و بیم دم گرم مرد بر رخ شیرو بیش از این تاب نیاورد شیرو سر بر شانه مردش گذاشت و سینه های رسیده اش را به پشت او فشرد منو ببر بتاز بتازم ببرم از اینجا آروم بگیر آروم گفتم با ماه میایی اما هنوز ماه در نیامده میآید این هم ماه بر بر میان دو شاخ کوه دوبراران پاتیلی از گورماست بر اجاقی سنگی شب بر شیرو شکست به دو شقه شد